زن ویژگیش اینه که دوچار شقاوت نمیشه. ذاتش اینه. من و شما میشیم. من و شما خدا دشوا کنیم. استعدادمون برای شقی شدن بیشتره. شما عرازل و اوباش تاریخ رو یه سرچی بفرمایید. این امتن از آقایان هستن. چنگیز و یزید و معاویه و اسکندر مقدونی و هیتلر و صدام و بوش و بلر و هرچی نگاه کنین همینه. اما میگی اه هنده چی پس؟ آره نمیدونم خدمت شما عرض بکنم جعده چی؟ ام فضل چی؟ فلان میگیم بله اینم هست. قرآن به آدم گفت فتشقا، تو دوچار شقاوت میشی. حوا رو حذف کرد. خیلی عجیبه. گفت تو دوچار شقاوت میشی. او نمیشه. میگه آقا ما دیدیم میشن. خدا یه چیزی که من به چش دارم میبینم میشه؟ میگه نیست. هست. منتها اینو باید دقت کنی. میگه و امرأت نو، زن نو، کانت بود من الغابرین. غابرین یعنی مردا. بعد میگفت من الغابرات. میگه زن نو که بد شد، اول شبی مردا شد، بد شد. یعنی اول این زنه، اول ادا مردا رو در آورد، گفت من میخوام مثل اینا بشم، چون نمیتونم مثل مرد بشه، چون خدا و استعدادها رو در وجودش نگذاشته. اول گفت شبیه مرده بشم، کلاغی که راه رفتن چی؟ آره میخواست کپ کنید بگیر، راه رفتن خودش هم بداشتم، نه کپ شد نه کلاغ ماند، این وسط موند، نه راه پس داره نه راه پیش داره. یعنی یه چیز بی‌هویتی پیدا می‌کنی. تو این موقع بسیار خطرناکه همچین موجودی. بسیار خطرناک میشه. شما می‌بینید بلاهایی میتونه بر سر بشریت بیاره که هیچ مردی دیگه نمیتونه بیاره. شما نگاه بکنید به ما مردا بیمار آفریده شدیم انگار. برای اینکه الهی بشیم به زن نیاز داریم. چون اصلا عامل رسیدن به خدا صفات جمال خداست. از دامنه زن مرد به معراج میرسد، بهش زیر پای مادران است. نابترین محبت، بیغلقشترین محبت، بدون بدهی و چک و سفته ترین محبت عالم محبت مادره. پدرم محبتش به مادر نمیره کسه. کسی شک داره؟ هیچ کی شک نداره. طرف با اینقدر سیبیل تا بیخ گوشش پشت 18 چرخش رو گلگیرش زده رفیق بیکلک مادر. هیچ کس شک نداره. هیچ کس. مطلقا شک نکنید. پس اول ادا مردا رو در آورد، بد شد. و خیلی بد شد. من این که مریضم، پزشک کیست؟ بگید. زن. حالا من با مراجعه به پزشک باید خودم رو درمان کنم؟ زن با پزشکی کردن باید خودشو به خدا نشون بده. پزشکی که پزشکی نکنه به درد نمیخوره. پزشکی که بد پزشکی کنه چقدر خطرناکه. الان به من شما یه سرنگ بدن بریم به خودتو بکش. نمیدونم باش با چیکار کنیم. مثل چاقو میذاریم جیگم. اما یه پزشک اینو چیکار میکنه؟ میگیره، هوا میکنه، میزنه تو رگت. جا در جا چنان میمیری که دیگه بلند نمیشی. چون اون میدونه باید چیکار بکنه.